ابراهیم آژنگ از موسیقیدانان دوره مظفری در اواخر دوره قاجاریه بود. از تاریخ مرگ و تولد او اطلاعات دقیقی در دست نیست. او موسیقی رو در بخش مدرسه نظام آغاز کرد. بعد از یک سال که آموزش موسیقی رو فرا گرفت، به کلاس‌های موسیقی لومر فرانسوی که در اون دوره به استخدام موسیقی ایران در اومده بود رفت و نزد او علوم موسیقی و هارمونی و اینها رو یاد گرفت. لومر در اون دوره سرپرست دسته های موزیک نظام بود و بعد هم با دست شعبه موزیک دارالفنون به سرپرستی اون بخش هم در اومد. آژنگ بعد از اینکه به مدرسه موسیقی نظام رفت تا درجه سروانی ترقی کرد، ولی دوران زیادی در همین درجه باقی موند و همین امر موجب کدورت خاطرش بود. اما علاقه شدیدی به آموختن ویولون داشت و این شد که نزد موسیو دیوال فرانسوی رفت و از او موسیقی کلاسیک رو با ویولون یاد گرفت و از این جهت به ابراهیم ویولونی معروف شد. او به دستور شاه در دربار در مراسمی که خارجی ها حضور داشتن معمولا ویولون اجرا کرد. بعدها آژنگ به مناسبی چون ریاست دسته موزیک لاریجان در 1293 خورشیدی در موزیک دارالفنون دست پیدا کرد. در سال 1297 خورشیدی با درجه سلطانی یا همون سروانی به سمت ریاست موزیک گارد نصرت منصوب شد. و این همچنین کلاس خصوصی آموزش ویولون در منزل خودش داشت و چون با موسیقی ایرانی آشنایی پیدا نکرده بود تصمیم گرفت به نزد آحسین قلی استاد برجسته ی ردیفدان موسیقی ایران بره و آحسین قلی با تار ردیف ها رو برای او اجرا کرد و او سعی کرد با ویولون به تقلید اونها بپردازه و اونها رو یاد بگیره و همچنین اونها رو به خط نوت در بیاره و اینطور که گفته شده یک دوره کامل ردیف آحسین قلی توسط ایشون نوشته شده که اگر دوستانی به این مجموعه دست پیدا کردن خوشحال میشیم که برای ما همون رو ارسال کنن تا بتونیم برای عموم اون رو به معرض نمایش و ارائه قرار بدیم. این اپرت دکتر ریاضیدان با همراهی و همکاری شاهزاده احمد میرزا خسروانی تهیه شده و چندین بار به نمایش در اومده که از جمله آثار معروف ابراهیم آژنگ هست. از جمله قطعاتی که برای موسیقی ایرانی ساخت معمولاً پیش درآمدها و رنگ‌هایی برای همه دستگاه هاست. معروف‌ترین اونها پیش درآمد شوشتری و ماهور و همچنین مهمترین اثری که در مورد پیش درآمدها هست به خاطر منحصر به فرد بودنش پیش درآمد راست پنجگاست که تا اون موقع کسی پیش درآمد راست پنجگاه نساخته بود. و شاید بتونیم بگیم بعد از ابراهیم آژنگ نخستین فرد در دوران معاصر استاد حسین علیزاده باشه که پیش درآمد راست پنجگاه ساخته. پیش از آغاز به کار رادیو در سال 1119 آژنگ معاون هنرستان عالی موسیقی بود زیر نظر غلام حسین نیمباشیان که رئیس هنرستان بود، ایشون معاونت میکرد و بعد از افتتاح رادیو در سال 1119 آژنگ سرپرستی نوازندگان رادیو رو عهده‌دار شد و بیش از یک سال هم در این سمت فعالیت کرد و به خاطر علاقه فراوانی که به موسیقی ایرانی داشت بیشتر قطعاتی که در وادی موسیقی ایرانی ساخته بود رو در دوران معاونت اداره موسیقی به اجرا گذاشت. در جشن باستان و جشن شادزی اجراهایی از آثار او انجام شد. آژنگ همچنین به واسطه اینکه نظامی بود چند مارش نظامی هم نوشت و در موزیک ارتش به اجرا در اومد. از جمله اونها ارتش و آهن هست. به طور کلی میتونیم بگیم آژنگ در آهنگسازی در موسیقی ایرانی بیشتر پیرو مکتب و سبک درویش خان و رکن‌الدین خان مختاری بود و معمولا در اون سه ضربی هایی که با ما رو بیشتر بعد انتخاب میکرد بسیار از اونها الهام گرفته بود. از شاگردانی که زیر نظر ابراهیم آژنگ ویولون رو آموختن میتونیم از رضا محجوبی و شهباز برمکی یاد کنیم.